نه زیستن نه مرگ. غروب سپیده. بر اساس خاطرات زندان ایرج مصداقی. قسمت 17. بعد از ماه رمضان مدتی به سختی بیمار بودم. حتی نمی توانستم غذا بخورم. مقداری نبات داشتم. مادرم وقتی که در بند عمومی بودم برایم فرستاده بود. سلول آب گرم داشت و من تنها به خوردن آب گرم و نبات اکتفا می کردم. حتی زمانی که نوبت بهداری بردن افراد بند بود، مرا به بهداری نمی بردند و می گفتند تو سگ منافق را به دکتر نمی بریم. یک بار دو هفته متوالی و بار دیگر یک هفته این حالت را داشتم، ولی از دکتر و دوا خبری نبود. مجبور بودم سر کنم. بالاخره نیروی جوانی بر مریضی و ضعف فائق آمد و سلامتی نسبیم را بازیافتم. از سردردهای شدید رنج می بردم. چاره‌ای برای گریز از آنها نداشتم. هیچ کاری نمی توانستم انجام دهم. تمام برنامه‌هایم به هم ریخته بود و مثل یک تکه گوشت در کنار سلول افتاده بودم. همراه جسمم روحیه‌ام نیز ضعیف شده بود. دعا به دادم رسید. بارها دعا خواندم و شرایط خودم را دائما با بچه هایی که در زیر شکنجه و کابل تکه تکه می شدند، آنانی که برای اجرا شدن حکم اعدام در موردشان به مصاحبه تن می دادند، دختران نوجوان و گاه تازه بالغی که ناجوان مردانه و بیشرمانه در شب اعدام مورد تجاوز گله پاسداران قرار می گرفتند مقایسه می کردم. من در عافیت و آسایش و امن به سر می بردم در مقایسه با آنان. یاد کسانی می افتادم که شب جایی برای ماندن نداشتند، دختران جوانی که شب زیر کامیون و یا در خرابه ها خوابید و تا صبح از ترس بر خود لرزیده بودند، در حالی که من در سلول انفرادی گوهردشت در آسایش نسبی به سر برده بودم. اینها همه بیان واقعیت هایی بود که روز و شب با آنها دست به گریبان بودم. مقایسه وضعیتم با آنهایی که وضعیتی به مراتب بدتر از من داشتند به من کمک میکرد که دچار یأس و ناامیدی نشوم. وقتی در زیر فشار هستید، اگر وضعیت خود را با کسانی که در وضعیت بهتری نسبت به شما به سر میبرند مقایسه کنید، کارتان سخت تر است. بدون شک در زیر فشار خواهید شکست. به هیچ وجه نباید به چیزهایی که از دست داده اید بیاندیشید، وگرنه به سرعت تحلیل میروید. در همه حال بایستی به فکر چیزهایی باشید که دارید و یا امید آن را دارید که در آینده بدانها دست یابید. اینها می توانند مثل زرهی شما را در برابر حوادث پیشبینی نشده محافظت کنند. یادآوری اینها به من انگیزه می داد. خودم را می گذاشتم در وضعیت مادری که برای خرید شیر خشک فرزندش به تن فروشی تن می دهد. من از او خیلی خوش شانس در بودم. وضعیت پدری را به تصویر می کشیدم که دست خالی به خانه باز می گردد، در حالی که فرزندانش با امید تکنانی هستند. من فارغ از همه اینها بودم، ولی انسان بودم و نمی توانستم چشمم را بر چیزی که می دیدم و حس می کردم و اعتقاد داشتم ببندم. من اینگونه خودم را قانع می کردم. بعدها وقتی دوستانم و همسن و سالانم را بعد از آزادی دیدم، متوجه شدم من از آنها به مراتب جوانتر و بانشادتر جلوه می کنم. به روشنی می دیدم رنجی را که مردم من کشیده بودند در زمانی که من در آسایش و ساحل امن زندانهای رژیم بودم، آنان زیر بار این رنج خم شده بودند. آنان در واقع زندانیان واقعی رژیم ملایان بودند و نه من. حالم نسبتاً خوب بود و برخلاف روزها و ماهای قبل که از بیماری شدید رنج می بردم، سالم به نظر می رسیدم. از صدای مجید تبریزی در بند متوجه شدم که بچه های بند را به بهداری می برند. از لای دریچه سلول دیدم که محمد رضا صادقی، یکی از دوستان نزدیکم، نیز به بهداری می رود. با
به عنوان تیری در تاریکی و در حالی که هیچ شانسی برای خود نمی دیدم، فلشم را گذاشتم زیر در. مجید تبریزی دریچه را باز کرد و گفت: چیه؟ با آه و ناله گفتم: کلیم درد می کنه. دیشب تا صبح نخوابیدم. نگاهی به قیافم کرد. لحظه ای تأمل کرد و گفت: چشم بند بزن و آماده شو. از خوشحالی داشتم پر در می آوردم. از لای دریچه دیده بودم محمد رضا کجا ایستاده است. وقتی مجید تبریزی در سلولم را باز کرد، یک راست رفتم پشت سر محمد رضا ایستادم. دستم را گذاشتم روی شانه‌اش. او نمی‌دانست کی هستم. آهسته با مرس روی شانه‌اش زدم: ایرج هستم. گوشش را به دستم چسباند. گرمای بدنش را احساس می‌کردم. از شادی در پوست نمی‌گنجیدم. مواردی را که به نظرم لازم می‌رسید با زدن مرس روی شانه‌اش به او منتقل کردم و او هر بار گوشش را به دستم که روی شانه‌اش بود می‌چسباند. در یک لحظه زیر لب گفت: مصاحبه کردم و ممکنه آزاد شم. سپس پرسید: آدرس خانه تان کجاست؟ دوباره مرس زدم: میدان گرگان، حاج مصداقی. می‌دانستم اگر به آدرس مراجعه کند همه او را راهنمایی خواهند کرد. مجید تبریزی از رابطه بین من و او آگاه بود، ولی حدس نمی‌زد که من می‌دانم نفر جلویی‌ام کیست. به همین دلیل در راه لغز می‌خواند که اگر کسی با جلویی یا بغل دستیش تماس بگیرد، وای به حالش. بعداً هیچ عذری پذیرفته نیست. نمی‌دانست که ما تمامی صحبت‌هایمان را کرده‌ایم. طبق قوانین انفرادی‌های گوهردشت، هر نوع صحبت کردن با پاسدار در طول مسیر رفتن به ملاقات و یا بهداری ممنوع بود. این بدین خاطر بود که افراد از روی صدا به حضور یکدیگر پی نبرند و از تماس بین آشنایان جلوگیری کنند. به بهداری که رسیدیم، من را در کنار محمد رضا قرار دادند. هدفشان این بود که ما تلاش کنیم با هم تماس بگیریم و آنها مچمان را بگیرند. دستشان را خوانده بودم. انگار نه انگار پشتم را کردم به محمد رضا و نشستم. آنها به خیال اینکه من او را نشناختم و نمی توانم صورتش را ببینم، مرا بلند کرد و روبروی او نشاندند تا به راحتی صورت او را که از من پایین تر قرار گرفته بود ببینم. من هیچ علاقه ای به تماس با او نشان ندادم. گویا چند نفری مشاوره ای کرد و عقل ناقصشان را روی هم گذاشت و نقشه ای برای بدام انداختنم طرح کرده بودند. این بار پاسداری را که نامش محمد صادقی بود و کراهت منظرش دست کمی از صدایش نداشت به سراغم فرستادند. وی در هیئت یک زندانی کنارم نشست و تلاش کرد با من تماس بگیرد. با لحن حزین و دردآلود گفت: تو هم انفرادی هستی؟ قیافش را نمی دیدم. از زیر چشم بند نگاه کردم. دیدم مثل پاسداران دمپایی به پا دارد و مثل بیشتر حزب‌اللهی ها در انگشت کوچکش یک انگشتر. مطمئن شدم پاسدار است، ولی نمی دانستم کیست. گفتم: حرف نزن، ساکت باش. او با لحن مثلا ملتمسانه ای ادامه داد: تو رو خدا حرف بزن. تو سکوت از تنهایی دارم دیوونه میشم. گفتم: خفه شو، به جهنم، به من چه؟ میخواستی خلاف نکنی. گفت: تو رو خدا یه چیزی بگو. گفتم: زرزر نکن، به پاسدارا میگم ها. گفت: چه خبر؟ تو رو خدا یه چیزی بگو. گفتم: ای طول سگ برو کنار. ولکن نبود. من هرچه خودم را به طرف سر نیمکت میرساندم، او دنبالم میامد. آخر سر به او گفتم: ببین، اگه ساکت نشی به پاسدار میگم که میخوای با من تماس بگیری. سرانجام ساکت شد و دیگر چیزی نگفت. چند لحظه بعد حامد، پاسدار مسئول بهداری که مدتی پاسدار بند ما بود و از من کینه به دل داشت، از ته بهداری به سمت ما آمد و یک ضربه به من زد و گفت: چرا وول میخوری؟ گفتم: کاری نکردم، اینجا نشستم. به خاطرم آمد که شاید دوباره میخواهند سناریو جور کنند که با بغل دستیت تماس گرفته ای. پیش دستی کردم و گفتم: یک نفر بغل دستم نشسته بود و میخواست با من تماس بگیرد که من رضایت ندادم. حامد از اینکه نقشهشان را نقشه براب میدید عصبانی بود. با بیمیلی گفت: همین که بغل دستت نشسته؟ گفتم: من که چشم بند دارم نمیبینم، ولی تا یه دقیقه پیش بغل دستم بود. او یک ضربه آرام به او زد و گفت: فکر کردم تو بچه خوبی هستی. و او را با خود برد.
یک دقیقه بعد محمد صادقی با چهره اصلیش آمد. در حالی که چشم بندم تا حد امکان پایین بود، محکم چند تا چک و لگد به من زد و گفت چشم بندتو بزن. بزن پایین. می دانستم به تلافی فوشهایی که چند دقیقه پیش نثارش کرده بودم می زند. او می زد و من لذت می بردم. بعدها محمد رضا برایم تعریف کرد. ابتدا از ترس اینکه مبادا از آنها رو دست بخوری دل تو دلم نبود. محمد رضا روبروی من نشسته بود و پاسداران را بهتر می دید. ولی وقتی واکنش های تو و استغاثه های محمد صادقی را دیدم از خنده داشتم روده بر می شدم. مجید تبریزی وقتی ما را به سلول باز می گرداند گفت هر کس بداند جلویش کیست جایزه دارد. فکر می کرد من محمد رضا را نشناختم، وگرنه حتما در بهداری برای تماس با او تلاش می کردم. من هیچ واکنشی نشان ندادم. او مرا از صف جدا کرده و در سلولم انداخت. فکر می کرد بلا فاصله به پشت دریچه می روم تا تلاش کنم ببینم جلوییم کی بوده. دستش را خوانده بودم. به همین خاطر از در فاصله گرفتم و ته سلولم شروع کردم به قدم زدن. با فواصلی اندک سه بار دریچه را باز کرد تا مرا پشت دریچه گیر بیندازد، ولی حاصلی نداشت. من زرنگتر از آن بودم که به راحتی دملای تلهشان بدهم. ظاهراً هم برای من هم برای آنها رو دست زدن به یکدیگر حیثیتی شده بود. بعد از ظهر مجید تبریزی به داخل سلولم آمد. ناگهان تسبیح محمد رضا را که از هسته خرما به شکلی زیبا و استثنایی ساخته شده بود از جیب در آورده تکانی داد و گفت این را میشناسی؟ بیدرنگ گفتم بله، همه بچه های بند این تسبیح را میشناسند و میدانند متعلق به محمد رضا صادقی است. برای اینکه حرصش را در بیاورم گفتم اتفاقا صبح در بهداری همین تسبیح دستش بود. غیر مستقیم به او حالی کردم که از ابتدا می دانستم نفر جلویم کی بوده و پهلوی چه کسی نشسته بودم. مثل این بود که با پتک زدم بر سرش. احساس می کرد او را به بازی گرفتم. در واقع چنین هم بود. سرگرمی دیگری که نداشتم. از روی غیظ گفت تسبیح را به او نمی دهم. با خونسردی گفتم بدهی یا ندهی چه ربطی به من دارد؟ به محمد رضا گفته بود داشتن تسبیح در سلول ممنوع است. او در پاسخ گفته بود بگذار در ساکم، هر وقت از سلول بیرون رفتم تحویل میگیرم. علی‌رغم اینکه درست کردن هر نوع تسبیح در سلول از هسته خرما و آلو و زیتون ممنوع بود، به او پیشنهاد کرده بودند که ما به تو هر ابزار کاری که بخواهی میدهیم به شرطی که برای ما نیز از این تسبیح ها درست کنی. محمد رضا زیر بار نرفته بود و در عوض بدون داشتن هیچ وسیله‌ای به شکل مخفیانه یک تسبیح بسیار زیبا و موزون از هسته خرما برای خودش درست کرده بود. برای صیقل دادن هسته‌ها از سطح صاف دیوار سلول استفاده کرده بود. بعضی وقت‌ها مجید تبریزی دریچه سلولم را باز می‌کرد و می‌گفت I am the قمت very very sorry و با گفتن این جمله در واقع اشاره می کرد به انگلیسی درس دادنم در بند عمومی. یکی از جرمهای من که به خاطر آن بسیار کتک خوردم و زیر فشار قرار گرفتم تدریس زبان انگلیسی در بند و داشتن کلاسهای متعدد زبان انگلیسی در ساعتهای مختلف بود که از آن به عنوان تشکیلات بند یاد می کردند. یک بار گفت به من هم انگلیسی درس می دی؟ به طعنه گفتم من در بند هم به همه افراد انگلیسی درس نمی دادم. اول اینکه طرف باید استعدادش را داشته باشد، در ثانی من باید چنین استعدادی را در او ببینم. فکر نمی کنم تو از این استعدادها داشته باشی. گفت چرا؟ گفتم اصلا زبان کفار به چه دردت می خورد؟ آن دنیایت را هم خراب می کنی. صحبت را عوض کرد و به طعنه گفت راستی کاشی های اتاق چند تاست؟ منظورش کاشی هایی بود که پشت توالت و سیفون و دستشویی قرار داشتند. فکر میکرد خیلی بیکارم و تا کنون صدها بار آنها را شمردم. بیدرنگ گفتم مگر تو میدانی تعداد آنها چند تاست؟ هنوز جواب نداده گفتم مگر بیکارم تعداد کاشی ها را بشمارم؟ آدم بیکار از این کارها میکند. خندهش گرفت. گفت خیلی پر روی. از دست او خیلی کتک خورده بودم ولی یواش یواش به من احساس نزدیکی میکرد.
در اثر رابطه و برخورد زیاد احساس تنفرش نسبت به من تبدیل به نوعی دوستی و احترام شده بود. یک بار که متوجه شده بود در غیر از ماه رمضان روزه هستم گفت هر روز که روزه میگیری بگو جیره پنیرت را بیشتر بدهند. من به پاسدار بند نیز میسپارم. گفتم نیازی نیست. همینقدر کافی است. گفت چرا لجبازی میکنی؟ گفتم لجبازی نیست. چیزی بیش از جیره و آنچه که به بقیه تعلق میگیرد نمیخواهم. بعضی اوقات که خودش پنیر تقسیم میکرد متوجه میشدم که جیره پنیر من را زیادتر از حد معمول میدهد. او هرچه لاقید و بیره بود ولی با این همه سالیان بعد وقتی به گوهردشت بازگشتم سعی میکرد به نوعی هوای من را داشته باشد. روزه را تنها به نیت این میگرفتم که با توجه به شرایطی که در آن بودم استقامت روحیم را بالا ببرم. گاه پس از ورزش شیر آب را باز میکردم و در گرمای تابستان به آن نگاه میکردم. هیچ ضرورتی نداشتم که آن شرایط را تحمل کنم. می توانستم به سادگی آب خورد و آتشم را فرو نشانم ولی آگاهانه از خوردن آن پرهیز می کردم. به من گفته می شد که با دادن اطلاعات در مورد بند به راحتی می توانم به شرایط مناسبی دست یابم و من از آن امتناع می کردم. همزمان با بدتر شدن شرایط در بندهای عمومی گوهردشت و قزلحصار شرایط سلولهای انفرادی نیز دگرگون شد و فشار از سوی زندانبانان بیشتر شده و قوانین عجیب و غریبی را برای محدود کردن هرچه بیشتر زندانیان وضع کردند. بیشتر این قوانین برای جلوگیری از تماس زندانیان با یکدیگر بود. از هنگام تاریک شدن هوا رفتن به سمت پنجره سلول ممنوع بود، چرا که با تاریک شدن هوا و روشن بودن داخل سلول میشد به وسیله مرس نوری با سلولهای بند روبرو تماس گرفت. شیوه آن هم بسیار ساده بود. به وسیله تکان دادن دست همان اصول مرس زدن رعایت میشد و نفر مقابل با دیدن حرکتهای دست پیام تو را میگرفت. کشیدن سیفون توالت از ساعت 9 شب به بعد هم ممنوع بود. اگر در هنگامی که زندانیان مشغول مرس زدن بودند و متوجه ورود پاسداری به بند می شدند با کشیدن سیفون توالت حضور پاسدار در بند را اعلام می کردند و سکوت حکم فرما می شد. خوابیدن در ساعت 10 شب اجباری شد. سلول هایی که دو نفری بودند باید به نحوی صحبت می کردند که صدای آنان از سلول بیرون نرود و کسی متوجه گفتگوی آنان نشود. داشتن ناخونگیر و ابزار نوشتن و دوخت و دوز نیز ممنوع شد. هر چند وقت یک بار ناخونگیر می دادن تا ناخونهای ما را کوتاه کنیم و اگر کسی سوزن نخ می خواست به او می دادن و بعد از مدت کوتاهی باز پس می گرفتن. وقتی به سلول رفتم بعد از مقداری تجسس یک سوزن پیدا کردم که در گوشه ای از اتاق جاسازی شده بود. از نخهای پتو برای دوخت و دوز و درست کردن سفره و سبد و سطل و ساک استفاده می کردم. پتوهای سربازی نخهای خوبی دارد که با حوصله می توان آنها را کشید و مورد استفاده قرار داد. همه این کارها را باید به صورت مخفیانه انجام می دادم و سپس آنها را در جایی مخفی می کردم وگرنه ابزار گرانبهایم را از دست می دادم. هر نوع ورزش یا تحرک در سلول ممنوع بوده و به شدت با آن برخورد می شد. پاسداران دائم مترصد این بودند که افراد را در حال ورزش کردن گیر بیندازند و به سلول تاریک برده و یا به ضرب و شتمشان بپردازند. اما هیچگاه به فکر گیر انداختن من نبودند و من از این بابت خوش شانس بودم. هرچند هوشیاری خود را از دست نمی دادم. زمانی که ورزش کردن آزاد بود می دانستم که بالاخره روزی به تأثیرش پی خواهند برد و آن را ممنوع خواهند کرد. به همین خاطر اجازه نمی دادم ورزش کردنم را ببینند. گاه نگهبانان دریچه را باز کرده می گفتند چرا نشستی؟ بلند شو ورزش کن. با بیمیلی می گفتم حوصله ورزش کردن ندارم. آنها می پنداشتند اهل نرمش کردن نیستم. به همین دلیل زمانی که ورزش ممنوع شده بود به دنبال تله گذاری برای کسانی بودند که سابقا از نظرشان ورزشکار محسوب می شدند و آنها را در حال نرمش کردن دیده بودند. ساعتی که ورزش می کردم متفاوت بود ولی با دویدن شروع می شد. ابتدا نیم ساعت تا 45 دقیقه می دویدم.
دویدن در سلول انفرادی شاید به نظر امکان ناپذیر برسد، ولی اگر قطر سلول را بدوید و به هنگام رسیدن به ته سلول روی یک پا نیم دور چرخید و مسیر عکس را بپیمایید، این کار امکان پذیر می شود و سرتان گیج نمی رود. نیم ساعت نیز نرمش های ایستاده را انجام می دادم و یک ربع به نرمش های نشسته و دراز کش می پرداختم. بعد از ورزش در سلول دوش می گرفتم. مراسم دوش گرفتن در سلول این گونه بود که ابتدا سرم را زیر شیر دستشویی می شستم و سپس دست و صورت و پاهایم را تا ران آب می زدم و بعد سینه‌ام را می شستم. سپس با چند دستمال عرقهایم را پاک کرده و دوباره آب به بدنم می زدم تا اینکه بدنم تمیز می شد. بعد از گرفتن دوش ورزشی کف زمین را که پر از آب شده بود تمیز می کردم. وجود دستشویی در سلول نعمتی بود. ماهای اول که لباس نداشتم مجبور بودم لباسهایم را در جا شسته و تن کنم. خشک کردن لباس را در نیم ساعت انجام می دادم. پیژامه و شورت و زیر پیراهنی و یا تنها پیراهنم را بعد از شستن خوب می چلاندم و سپس به مدت نیم ساعت تند و بلا انقطاع تکان می دادم. به سرعت خشک می شد و می توانستم آن را تن کنم. یکی از پاسداران به نام قدرت الله بخشی از اهالی استان لرستان که بعدها در جبهه جنگ کشته شد با من رابطه بدی داشت. نمیدانم راجع به من چه شنیده بود که با من کینه توزانه رفتار میکرد. با اینکه هیچگاه پاسدار بند سابق ما نبود و شناخت مستقیمی از من نداشت و در انفرادی نیز پاسدار بند ما نبود، ولی هرگاه برای کمک در دادن غذا یا حمام بردن افراد به بند ما میآمد، آن روز یک کتک سیر از او میخوردم. هر بار که به من نگاه میکرد مثل این بود که خری به نعل بندش نگاه میکند. مثلا دو بار هنگام دادن غذا وقتی به سلولم رسید، به جای دادن غذا ابتدا به من کتک مفصلی زد و بعد غذا را کشید و گذاشت داخل سلول و قرقر کنان رفت. دست های بزرگی داشت و زورش هم خیلی زیاد بود. سرم را می گرفت زیر بغلش و می دوید و به دیوار سلول می کوبید. با مشت و لگد به جانم می افتاد. او نیز از جمله کسانی بود که در بازجویی ها شرکت کرده و در شکنجه زندانیان به بازجویان یاری می رساندند. هر وقت که فرصتی می یافت مشق بازجویی کردن هم می کرد. من یکی از سوژه هایش بودم. یک بار در حالی که در پاسخ به سؤال او سکوت کرده بودم، با لحن تحکم آمیز و مسخره گفت: همانطوری که با چند رد زیر دست خودت در بند برخورد می کردی برخورد کن. گاه وقتی خبری می شنید نیز به سراغم می آمد. یک بار فهمیده بود که یک هواپیما روبوده شده و به فرانسه برده شده است و مسعود رجوی با یک هلیکوپتر به فرودگاه آمده و هواپیما روبایان را متقاعد کرده که خود را به ماموران فرانسوی تسلیم کنند. او همین مسئله را دستمایه یک خفتگیری اساسی از من کرده بود. در حالی که به شدت من را کتک می زد، هر بار قسمتی از داستان را تعریف می کرد و به کتک زدن ادامه می داد. ابتدا گفت: حالا کارتان به جایی رسیده که هواپیما می رو بایید، و شروع کرد به زدن. بعد ادامه داد: خجالت هم خوب چیزی است. حالا رجوی سوار هلیکوپتر می شود و به فرودگاه می رود، و بقیه داستان را نیز بعد از مقداری ضرب و شتم دیگر تعریف کرد. هرچه بیشتر کتک می خوردم داستان مهیج‌تر می شد و به جاهای حساس‌ترش می رسید. من در میان یک تناقض عجیبی گرفتار شده بودم. از یک سوی تمایل داشتم بقیه داستان را بشنوم و سوی دیگر ضربه های او با ادامه پیدا کردن داستان بسیار جدی‌تر و کاری‌تر می شدند. بار دیگر در مهر ماه سال 62 به سراغم آمد و مثل بار قبل مرا مورد ضرب و شتم قرار داد. این بار بهانه‌اش مصاحبه و میزگرد رهبران حزب توده به کارگردانی و میانداری محمد علی عمویی بود. بخشی داستان را ذره ذره تعریف می‌کرد و بعد از تعریف هر قسمت مرا زیر ضربات مشت و لگد انداخته و می‌گفت: بدبخت، توده‌ای‌ها بریدند و اومدن مصاحبه. تو سگ منافق دستبردار نیستی؟ پیش خودم می‌گفتم تا بیرون بودند جز خدمت حاصل دیگری نداشتند. حالا هم که به زندان آمدن جز نکبت و فلاکت ما را نصیبی از آنان نیست و باید تاوان گندکاری هایشان را نیز بپردازیم.
تصدیق می کنم که هیچگاه از آنچه که بر آنان می رفت خوشحال نبودم. هرچند آنان بارها آنچه را که بر ما رفته بود به طور علنی تأیید کرده و خواستار تداوم آن شده بودند. آنان حتی در مصیبت بارترین لحظه ها نیز خوشحالی و شادمانی خود را پنهان نکرده بودند. از این طریق فکر می کردم بزرگواری و مناعت طبع خود را به نمایش می گذارم. در واقع به این شکل به خودم کمک می کردم. پاسدار بخشی خیلی از مواقع در نیمه های شب وقتی که در خواب بودم با جفت پا به شکل کاراتکاران به در سلولم ضربه می زد. مثل برق گرفته ها از خواب می پریدم و تا چند لحظه می لرزیدم و تا مدت ها خواب از کلم می پرید. همین پاسدار یک بار نیز وقتی داشتم کف سلولم را تمیز می کردم گفت می خواستی از زیر در ببینی بیرون چه خبر است؟ و با ضرب و شتم مرا به سلول تاریک برد که به سگدانی و تاریک خانه معروف بود. قبلا آنجا را دیده بودم. سال قبل وقتی که تازه به گوهردشت منتقل شده بودیم و در سلول در بسته به سر می بردیم، روزی پاسدار عباس کولیبند که به عباس خالیبند معروف بود، مرا چند ساعتی به عنوان تنبیهی به آنجا برده بود. در هر ساختمان فرعی مجاور بندها یک انباری کوچک وجود داشت که از آن به عنوان سلول تاریک استفاده می کردند. برق آن را روشن نمی کردند و در این حال هواکش و یا پنجره‌ای به بیرون نداشت. جیره غذایی نصف می شد و زندانی فقط یک بار در روز به توالت برده می شد. به هنگام رفتن به دستشویی به هیچ وجه نباید آب و مایعات نوشیده می شد و یا از پاسدار طلب آب می کردیم. زیرا امکان رفتن به توالت برای ادرار کردن نبود و در صورت فشار مجبور به ادرار کردن در گوشه سلول بودیم. بوی تعفن و ادرار تنفس را در آنجا مشکل می کرد. 48 ساعت در سلول تاریک بودم ولی به خیر گذشت و در آمدم. روزی نیز بخشی در حال کتک زدنم بود که یک دفعه صدای از سوی راه رو شنید. بلافاصله سلول را ترک کرد. انگار بی اجازه به سلولم آمده بود و مرا مورد ضرب و شتم قرار داده بود. صبحی فرد با دیسیپلینی بود. نمیدانم بخشی چه خلافی مرتکب شده بود که وی را چند روزی به سلول انفرادی انداختند. بیچاره داشت دق می کرد. از اون به بعد سر به سراغ من نیامد. قیافم وحشتناک شده بود. 3 ماه بود که موی سر و ریشم را کوتاه نکرده بودم. هر روز خودم را در آینه می دیدم. منظورم از آینه توالت سلول بود که از استیل ساخته شده بود و با تمیز کردن سطح بیرونی آن می شد به عنوان آینه از آن استفاده کرد. اگر کسی پیراهن مشکی و یا تیر رنگی داشت می توانست آن را پشت شیشه پنجره سلول قرار داده و از آن به عنوان آینه استفاده کند. فردی که سرمان را اصلاح می کرد یک آرایشگر حزب اللهی ساکن میدان خراسان بود. در ازای دریافت 10 تومان موی سر و ریش را با ماشین از ته می زد. کل مراسم 3 دقیقه طول می کشید. وی همراه با کاروانهای حج به مکه نیز می رفت. هم از توبره می خورد هم از آخور. هم مغازش را در میدان خراسان داشت و هم در زندان مشغول به کار بود و هم دست از سر حجاج بر نمی داشت. ظاهراً کاسبیش سکه بود. می دانست مشتری های زندانش را از دست نمی دهد. عجله‌ای به خرج نداده بود. از آنجایی که ماه‌های متوالی بود آفتاب ندیده بودم، رنگم مثل گچ دیوار شده بود. تارهای صوتیم کار نکرده بودند و در نتیجه تون صدایم عوض شده بود. صدایم برای خودم ناآشنا بود و متوجه این تغییر شده بودم. روزی در سلول باز شد و صبحی به همراه محسن رفیق دوست، وزیر سپاه و گله از پاسداران به داخل سلولم آمدند. صحبت از آن بود که قرار از سپاه مسئولیت بخشی از زندان را در دست بگیرد. ظاهراً بازدید رفیق دوست در همین چهارچوب بود. رفیق دوست پرسید اتهامت چیست؟ حوصله پاسخگویی نداشتم. با بیمیلی گفتم سازمان. او پوزخندی زده پرسید کدام سازمان؟ من از گفتن سازمان منظور خاصی نداشتم، بلکه دل و دماغ پاسخ دادن نداشتم. ولی با دیدن پوزخندش احساساتم جریحه دار شد. گفتم سازمان دیگه. او نیز ادامه داد و گفت میدانم، آخر کدام سازمان؟ دوباره تکرار کردم همان که خودتان میشناسید. صبحی فوراً دخالت کرد و گفت
بگو سگ منافق، بگو سگ منافق هستم. پاسخی ندادم. رفیق دوست گفت: نمیخواهی بروی بند بالا؟ منظورش بند عمومی بود. گفتم: چرا که نه، ولی هرچی که خدا بخواهد همان میشود. گفت: ولی باید بنده خدا هم بخواهد. من هم در حالی که صبحی را نگاه میکردم گفتم: نه بابا، از دست بنده خدا هیچ کاری بر نمی آید. همه کارها به دست خداست. هرچه او بخواهد همان می شود. او دوباره گفت: پس بنده خدا چی؟ گفتم: همان که گفتم، از بنده خدا کاری ساخته نیست. پاسدارانش انگار آدمیزاد ندیده بودند و یا من قیافم به آدمیزادها نمی رفت. چهار چشمی به من زل زده بودند. ظهر به انگام دریافت غذا یکی از پاسداران میان سال بند که تصور میکرد بی توجهیم به رفیق دوست ناشی از آن بوده که او را نشناخته بودم گفت: طرف را شناختی؟ گفتم: منظورت رفیق دوسته؟ سرش را به حالت تأسف تکان داد و بدون آنکه چیزی بگوید ظرف غذا را به دستم داد و رفت. دو روز بعد نوبت ملاقاتم بود. از اول صبح در انتظار ملاقات بودم. رفتن به ملاقات تحولی در زندگیم بود. ماهای اول ممنوع ملاقات بودم. به خانواده هم گفته بودند که به علت شورش در زندان به چنین مجازاتی محکوم شدم. اولین باری که به ملاقات رفتم مادرم گفت: چرا شورش کرده بودی؟ چرا به فکر خودت و ما نیستی؟ پاسداران چهارچشمی هر دو طرف را می پاییدند و تلفن کابین نیز کنترل می شد. چه می توانستم بگویم و چگونه می توانستم دلداریش دهم؟ با هزار مصیبت به ملاقات آمده بود. مجبور بودم به شکلی مدارا کنم. در همان اولین ملاقات مادرم پرسید: اینجا بهتر است یا آمریکا؟ اشارش به حضور قبل از انقلابم در آمریکا بود. بیدرنگ گفتم: اینجا. آنها تصور می‌کردند که به خاطر قد بودنم و اینکه نمی‌خواهم خودم را از تک و تاب بیاندازم این گونه جواب می‌دهم. در صورتی که این گونه نبود. در آن لحظه من به انتخابی که کرده بودم اعتقاد داشتم. در ضمن از شرایطم گله‌ای نداشتم، زیرا در ازای چیزی که دریافت می‌کردم می‌ارزید. از همه مهمتر من به رژیمی نمی‌گفتم که هست و نیست یک ملت را به نابودی کشانده بود و همین تحمل شرایط را برایم آسان‌تر می‌کرد. از آنجایی که از سالن عمومی به انفرادی رفته بودم، همراه با بچه‌های سالن عمومی به ملاقات می‌رفتم. هر بار باید حدود 45 دقیقه پشت سالن ملاقات منتظر می‌نشستم تا کابین ویژه‌ای را برای من خالی کنند که در ابتدای سالن ملاقات قرار داشت. هم نمی توانستم بقیه را ببینم و هم اینکه کنترل کابین شدیدتر می شد. یک مأمور در طرفین ما قرار می گرفت و دائم من و خانواده‌ام را زیر نظر داشت. اگر با بچه‌هایی که در انفرادی به سر می بردند به ملاقات می رفتم، هیچ یک از این مشکلات را نداشتم. در این مدت هر پاسداری که از راه می رسید و مرا می شناخت، یک مشت و یا لگدی نثار من که کنار دیوار نشسته بودم می کرد. اگر مرا نمی شناخت، پاسدار آنجا برای جفسازی می گفت: این فلانی است. و او برای خالی نبودن عریضه چند مشت و لگد نثارم کرد و می گفت: تو فلانی هستی؟ هنوز زنده ای؟ دلم خون می شد تا به ملاقات می رفتم. پاسداران اوقات بیکاری خودشان را اینگونه پر می کردند. آنها همگویی مانند ما تنوعی در زندگیشان نداشتند و به دنبال فراهم کردن سرگرمی و تفنن برای خودشان بودند. ما وسیله سرگرمی و تفنن آنها می شدیم. آنان نیز پا به پای ما حبس می کشیدند. بارها با خودم می اندیشیدم اگر آزاد بودم، در ازای هیچ مبلغی حاضر نبودم زندگی آنان را انتخاب کنم. آنان به انتخاب و میل خود به زندان انفرادی تبعید شده بودند. مطمئنم رنجی که آنها متحمل می شدند از من بیشتر بود. من با بودنم در انفرادی احساس زندگی می کردم و آنها به عنوان نگهبان سلول های انفرادی احساس مرگ. این حتی در چهرهشان نیز قابل تشخیص و ردیابی بود. گاه با مقایسه وضع خودم با آنان به یاد پاسخی که پرومته به هرمس خدمتگزار خدایان داده بود می افتادم. مطمئن باش که وضع خیش را، سرنوشت شوم خود را با بندگی تو عوض نمی کنم. صد بار بهتر آنکه خدمتکار این صخره باشم تا غلام حلقه به گوش پدر زئوس. در ملاقات‌های اولیه با خود اندیشیده بودم که بگویم اصلاً به ملاقاتم نیایند،
اما مشکل قضیه اینجا بود که ملاقات کردن را تنها به عنوان حقی برای خودم قائل نبودم. نمی توانستم پدر و مادرم را از این حق محروم کنم. این تنها دلخوشی آنها بود. پدر و مادرم نمی دانستند که قبل از ملاقات چه بلاهایی به سرم در می آورند و چقدر دیدار آنان برایم گران تمام می شود. کم کم به این شیوه ملاقات رفتن عادت کردم، یا بهتر است بگویم با آن کنار آمدم، چرا که باید راه حلی برای آن می یافتم تا اثرات مخرب روانی آن را کمتر کنم و در ملاقات ها شاداب تر حاضر شوم. از قبل خودم را برای چند چک و لگد و توسری آماده می کردم، به این شکل که از قبل سناریوی مربوطه را چند باری در سلول بازی می کردم. خودم را در گوشه ای تصور می کردم که کس کرده نشستم و پاسداری از دور به من نزدیک می شود و با ایما و اشاره پاسدار همراه هم او به من نزدیک شده و چند تا چک و لگد نثارم کرده و تهدیدم می کند. چگونگی ارتباط دو پاسدار و برنامه ریزی این دو برایم نوعی سرگرمی و تنوع شده بود. هنگامی که در راه رو نشسته بودم دیگر استرابی نداشتم. مانند کسی که برای تماشای فیلمی پولی داده و بلیتی تهیه کرده منتظر اجرای نمایش می شدم. تجربه جالبی بود، چرا که هم بازیگر نقش اول فیلم بودم و هم یکی از تماشاگران آن. آن روز وقتی به ملاقات رفتم صبحی را پشت سرم دیدم. با خودم گفتم امروز از آن روزهایی است که دنبال بهانه می گردند و نباید دست از پا خطا کنم. از گوشه چشم صبحی را هنوز در پشت سرم می دیدم. بسیار عادی با مادر و پدرم در حال صحبت بودم که یک بار صبحی در حالی که به پشتم می زد گفت ایما و اشاره می کنی؟ پدرت را در می آورم. مادرم که حالت براق و عصبانی او را می دید در حالی که کم مانده بود سکته کند هراسان گفت چه اتفاقی افتاده؟ من که دیدم او انقریب از دست می رود در حالی که می خندیدم به او گفتم چیزی نیست، اهمیت نده، ولش کن، حرف خودت رو بزن. بی توجهی من به صبحی او را بیشتر عصبی کرد و در حالی که دستش را تکان می داد گفت دهنت را می سرت را می برم بالای دار. و اولین و آخرین باری بود که در زندان فوش رکیک می شنیدم. مادرم داشت قبض روح می شد و پدرم از پا می افتاد و من همچنان سعی می کردم که آنها را دلداری بدهم. چیزی نیست، نگران نباشید، به اینها اهمیت ندید. خودم هم هول شده بودم که چگونه آنها را آرام کنم. آرزو می کردم که ملاقات هر چه زودتر تمام شود. بعد از ملاقات منتظر بودم به خدمتم برسند و یا لااقل کتک مفصلی بخورم، اما خبری نشد. در راه از زیر چشم بند دیدم یکی از بچه ها پشت بلوزش نوشته است نایتینگل. فهمیدم حبیب بلبل است، چون زبانش می گرفت به بلبل معروف بود و برایش گفته بودم که بلبل به انگلیسی می شود نایتینگل و گاهی وقتها هم او را نایتینگل صدا می زدم. حد زدم به مادرش گفته باشد پشت یک بلوز زمستانی برایش ببافد نایتینگل. از اینکه هنوز به یادم بودند اشک در چشمانم حلقه زد. با دیدن نوشته روی بلوز حبیب بی اختیار به یاد بند و بچه ها افتادم. دلم بد جوری هوای آنها را کرده بود. میخواستم یک بار دیگر آنها را ببینم. یک نظر هم کافی بود. از طرفی پیش خودم فکر کردم که به هر حال امروز به خاطر آنچه که در سالن ملاقات پیش آمد کتکی اساسی خواهم خورد. پس بهتر است که لااقل کاری کنم که برای چند لحظه هم که شده بچه ها را ببینم. برای همین وقتی که پاسدار گفت کسانی که از بند عمومی نیستند دستشان را بلند کنند، دستم را بلند نکردم، به این امید که همراه آنان به بند عمومی بروم و بچه ها را ببینم. او دو نفر را از صف جدا کرد و صف به راه افتاد. از پله ها بالا رفته بودیم و داشتیم پاگرد آخری را طی می کردیم که یکی از پاسداران بند عمومی مرا شناخت و گفت تو اینجا چه کار می کنی؟ گفتم نمی دانم، من که چشمم جایی را نمی بیند، شما دارید مرا می برید. حرفم بزنم می گویی چرا فضولی کردی؟ گفت چرا دستت را بلند نکردی؟ گفتم بلند کردم. خودتان گفتید دستتان را پایین بیاندازید و راه بیفتید. با چک و لگد مرا فرستادند پایین. به سلولم بازگردانده شدم. تا شب منتظر کتک خوردن بودم ولی انتظار بی جایی بود. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است.
بعدها متوجه شدم که صبحی به تلافی برخوردی که با رفیق دوست کرده بودم میخواست حال من را جلوی مادر و پدرم بگیرد. در واقع بیشتر آنها را مجازات میکرد تا مرا. من به شرایط خو کرده بودم، هرچند آنها نیز دائما تحت فشار بودند.